سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مبارز و مهمان برنامهتون. علیکم سلام، بفرمایید. متشکرم جناب مبارز. ببینید، بعد خبر و اطلاع رسانی به نظر من نمیشه خورده گرفت که مردم چرا مثلا درست اطلاع ندارد یک سپاه به یک وسط هم کرده و من تلفات سنگین گرفته و اینا. ببینید، من مردم میشنم پای تلویزیون، پای ماهواره، شبکه‌های مختلف، خبرهای مختلف. خب بالاخره مثلا الان این شبکه مهمی مثلا CNN برگشته که آقا هنوز دارن از توی عراق مصدوم میفرستن واسه آلمان و اینا. خب ببینید، مثلا مردم چیزا میشنون، این که مثلا میاد عنوان میکنن، به نظر من شما بذارید حساب این که دنبال یه اطلاع درست در شاید دوست دارن بدونن که دقیقا چه اتفاقی افتاده، یا باور نمیکنن یا از خوشحالیشونه. حالا در نهایت اینکه هر چقدر مردم ناراضی باشن از این موضوع، بالاخره یه ذره ته ذهنشو قلقلت بدید. وقتی که شما هم به این قضیه چند وقت پیش اومدید صحبت کردید، بالاخره ما امیدوار زدیم یه ذره خوشحالن یه ذره میکنن اینجوری بساط همینه دیگه. بس بابت این هستش، چون هنوز ظاهرا از عراق انگار مثلا پنهان کرده، هنوز داره مثلا مصدوم میفرستن توی آلمان یا بیمارستانهای مجهزی که خود آمریکا توی عراق اومده مثلا چیز کرده، و این مثلا بایکوت خبری شده بوده، هنوز مثلا این قضیه رو مخفی کرده. کی بایکوت خبری کرده؟ خود مگه نمیگید خود CNN، خود خبرگزاری ها، خود صدای آمریکا، خودش دارن بودجه میگیرن از دولت آمریکا، خودشون دارن این خبرها رو میدن. این یعنی اطلاعات آزاد، این یعنی اینکه اگر من دارم از شما پول میگیرم، اما اگر رسیدم به یه اطلاعاتی، این اطلاعات رو بیان میکنم. اگر یه نفر یه مثلا ضربه مختصری هم دیده، به درمانگاه رفته، به خاطر این قضیه ما این رو بیان میکنیم. و اینکه آقا بالاخره یک نفر تونسته به امریکا حمله بکنه، قبل از ایران تقریبا اکثر گروه های تروریستی حمله کردن. القاعده قبل از این کشته شدن اتاق فرمی شما نفر آخری دیگه، القاعده قبل از این چندین بار حمله کردن در درون در واقع مقرهای امریکا توی افغانستان و پاکستان، انفجار انجام دادن، انتحاری کردن، منفجر کردن، ده ها نفر رو کشتن، خود امریکا هم گفته کشته شده. میدونید ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ ما داریم در مورد کشته شدن فرمانده سپاه قدس که بعضی ها اون رو شخصیت دوم بعد از خامنه ای میدونن توسط امریکا صحبت میکنیم، و یه چیزی که بهش میگن انتقام سخت، ولی هیچ کسی، یک سرباز، یک تکنسین غیر نظامی از اونها کشته نشده. و بعد شما خوشحالید از این که بعد از یک هفته یک نفر رو بردن درمانگاه، یا یک نفر رو بردن بیمارستان، یک نفر یه مشکلی براش پیش اومده از نظامیان امریکا. این چه انتقام سختی آقا؟ اگر سردار قاسم سلیمانی، شخصیت اول نیروهای ایران خارج از کشور، کشته شده، لااقل یه جنرالی، یه بزرگی، یه شخصی، یه کسی بزرگی از اونها کشته بشه، بگیم آقا جان این انتقام سختی گرفته شد ازشون، انتقام متقابل گرفته شد، این چه خوشحالی داره؟ واقعا برای من ایرانی سرفکندگیه اگر یک نفر فرمانده من کشته بشه در مقابل هیچ کس از اونها کشته نشه. اصلا مثال خوشحالی نمی کنم که بعد از یک هفته یه نفر رو بردن به بیمارستان. این چه اظهار خوشحالی داره؟ بله بله، ببین آقای موحد، منظور هست که خب ببین، حالا درسته گروه های مثل القاعده ممکنه داعش حملاتی به آمریکایی‌ها داشتن، ولی هیچ دولت بعد از جنگ جهانی دوم نتونسته مستقیماً به خود آمریکا این کارو بکنه. ببینید، به نظر من حالا اینو بذاریم به پای این قضیه که مثلا مهم بوده، این قضیه مطمئن باشید دم انتخابات هیچ چیزی مخفی نمونه. دم انتخابات که برای آمریکا هست، همه این مستند در میاد، چقدر کشته، چقدر زخمی، فلان اینا. بالاخره اینا اومدن مخفی‌کاری کردن دیگه. حالا ما کار نداریم به اینکه شما ببینید ایران یه کشور، حالا درسته از نظر تجدید نظام خیلی خوبه، بالاخره با جهان سوم یه جهان سوم اومده، کسی که ادعای اول قدرتی داره رو زده. حالا خودش هم گفت بالاخره از آقا نماد کفر، بالاخره آقا یه کاری کردیم که مفید بوده، و هیچ دولتی توی دنیا نمیتونه همچین کاری کنه. هیچ دولتی توی دنیا توسط به این صورت توسط امریکا زده نشده، چه نه هیچ دولتی توی امریکا، هیچ دولتی توی دنیا توسط امریکا نمیدونم به امریکا حمله نکرده. این دروغه. تمام دولت‌هایی که امریکا اومد اول باهاشون بجنگه، صدام چندین موشک زد به سمت امریکایی‌ها، چندین هواپیما بلند کرد برای امریکایی‌ها مقابله با این، گرفتن زدن نذاشتن کشتنش. الان توی شرایطی وجود داریم که یک فرمانده اصلی حکومت ایران رو کشته. شما یک نفر توی تاریخ بیار بگو مثلا فرمانده اصلی دولت فلان دولت رو امریکا زده کشته، که بعد ببینیم اون دولت کاری میکنه باش یا نه.
بفرما. بگو مثلا آقا اکوادور، مثلا ونزوئلا، مثلا یک کشور دیگه، یک کشور دشمن با آمریکا، فلان فرمانده اصلیش آمریکا با پهپاد زده نابود کرده، با جناقش هم کشته، چند نفر همراهش هم کشتن، بعدش هم تازه گفته 52 نقطه دیگه تون هم میزنم اگر بخواین کاری خاصی انجام بدید، بعدش هم یه دونه موشک زدن هیچ تلفاتی نداشته. تمام اطلاعاتی هم که شما دارید از اطلاعات خود امریکا، از CNN، از فاکس نیوز، از اطلاعاتی که خود امریکا داره به شما میده. ایسنا که نفهمیده کسی اونجا کشته شده، زخمی شده یا چیزی. بعد اگر بخوان خرابش بکنن، چون دم انتخابات مشخص میشه چقدر تلفات داشتن، همین الان مشخص میشه. مگه دموکرات ها مخالف نیستن؟ مگر نمیخوان مثلا اینو بزنن؟ چرا همین الان؟ مگه الان وقت استیزایش نیست؟ چرا رو نمیکنن؟ من بتونم فقط این تعصب رو از ذهن شما جدا کنم که فقط بتونید واقعیت رو ببینید، به خود ما کار بزرگی کردیم. خیلی متشکرم ازت.